سلام من میلادم نوری امروز 22 مهر 1402 و این اپیزود اول از رادیو با موضوع نشت اطلاعات یا دشت اطلاعات توی این اپیزود کمی به عقب برمیگردیم نوستالژی بازی میکنیم و یه خبر قدیمی در مورد نشت دیتای ما کاربرهای ایرانی رو بررسی میکنیم میان جلوتر به حکا و نشت اطلاعات اخیر اشاره میکنیم و بررسی میکنیم که در این دشت اطلاعات سهم ما از این نشتی چقدر بوده چه دیتایی از ما منتشر شده اهمیت این دیتا کجاست این اطلاعات لو رفته سوالی که خیلی وقتا برای ما پیش میاد اطلاعات من به چه دردی میخوره و در واقع به این اشاره میکنیم که در این مورد چی کار باید بکنیم به عنوان یک کاربر قربانی به عنوان یک کسب و کاری که مورد نشت قرار گرفته یا کسب و کاری که هنوز این اتفاق براش نیفتاده در انتها هم معرفی میکنیم کمپین حق فراموش شدن رو شاید خیلی از دوستان خاطرشون نباشه فروردین 91 تقریبا 12-13 سال پیش یک وبلاگی به آدرس ircard.blogspot اومد و از اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایرانی ها رو به همراه رمز کارت های بانکی منتشر کرد منتها یک کار خلاقانه انجام داده بود رمز 4-5 رقمی کاربر داخل یک رشته عددی طولانی تر مخفی کرده بود شما به عنوان یک قربانی نشت اطلاعات مالک یکی از این کارتا وقتی کارت تو توی این لیست پیدا می‌کردی میتونستی رمز تو توی اون رشته طولانی تشخیص بدی اما رمز بقیه کاربرها چون مخفی شده بود توی یک هش عددی طولانی نمیتونستی تشخیصش بدی و ازش تو استفاده کنی این اطلاعات مربوط به بانک های مختلف بود اکثر بانک ها توی این لیست بودن بانک اقتصاد نوین، بانک ملت هر بانکی که اون موقع فعال بود و کسی که این کارو کرده بود یکی از کارمندان سابق شرکت فناوران انیاک بود البته شرکت به اسم انیاک زیاده اگه سرچ کنید حالا شرکت رو با هم دیگه امیدوارم اشتباه نگیرید. این شرکت اسم شرکت فناوران انیاک بود که یکی از خدماتش ارائه دستگاه پوز به کسب و کارها بود شما وقتی میرفتید توی یک مغازه یک فروشگاهی کارت بانکی تو میکشیدی و رمز تو وارد میکردی اطلاعات این کارت روی سرورهای شرکت انیاک هم ذخیره میشد اطلاعاتی مثل شماره ای کارت و رمز ای کارت که منتشر شده بود به علاوه اطلاعاتی که برای کپی کردن نسخه فیزیکی کارت شما مورد نیازه این چیزیه که شخص منتشر کننده این اطلاعات و کارمند سابق این شرکت ادعا کرده بود توی وبلاگ و اشاره کرده بود که سه میلیون دیتا رو به عنوان نمونه منتشر کرده ولی حجم دیتایی که در اختیار تقریبا 10 میلیون کارته این خبر اون موقع سر زیادی کرد نکته مهم ماجرا این بود که این اطلاعات ذخیره شده در اختیار بعضی از کارمندهای این شرکت هم هست این شخص در واقع با انتشار این اطلاعات میخواست این تلنگو رو به کاربرها به بانکها، به بانک مرکزی به قانونگذار به مجری قانون به همه بزنه که آقا همچی دیتایی داره ذخیره میشه به صورت پلین تکست بدون انکریپشن یا رمزنگاری خاصی و کارمندهایی هم از جنس خود همین شخص به این دیتاهای حساس دسترسی دارن و مثل بمب ساعتی هر لحظه ممکنه دیتاهای بیشتری توسط افراد دیگری منتشر بشه مورد سوء استفاده قرار بگیره حالا یه نکته دیگه که شاید بیشتر متوجه بشیم این دیتاهای منتشر شده ما به چه دردی میخوره تعریف کردن یه خاطره باشه من همون سال 92-93 شرکت نتبر کار میکردم دفتر نتبک یوسف آباد بود و توی یکی از خیابونای اطراف یه رستوران ایتالیایی بود که خود منم اونجا رفته بودم مدتی بعد یه خبری اومد که یکی از کارمند های این رستوران وقتی میخواست کارت شما رو توی دستگاه پوز مغازه بکشه اون پایین یه دستگاه هم کنارش داشته کنار دستگاه پوزش چون میکشیده و اون حالا نمیدونم نوار مغناطیسی یا اطلاعاتی که از کارت برای کپی فیزیکیش وجود داره رو کپی میکرده اون دستگاه شما دیدی که این اون پایین داره چی کار میکنه یک لحظه کارت رو میکشیده اطلاعات کارت کپی میشده و شماره رمزتون هم که بهش میگفتید توی یه سیستم ذخیره میکرده توی یک کامپیوتری و بعدا کارت رو کپی میکرده و در واقع ازش استفاده میکرده از رمزی که بهش داده بوده و حسابا رو خالی میکرده تقریبا 75 تا شاکی بود شاکی داشت اون موقع حالا اگر نسخه ویدیوی این اپیزود رو روی یوتیوب دارید میبینید من همزمان اسکرین شات خبرش رو توی خبرگزاری ها گذاشتم این ربط مستقیمی به اون نشته دیتای شرکت فناورن انیاک نداره اما صحبت اینه که کپی کردن کارت امری شدنی بوده و هست و چیز عجیبی نیست بعد از این داستان که اتفاق افتاد بانک مرکزی اومد یه بیانیه داد با عنوان اطلاعیه مهم بانک مرکزی در خصوص کارت بانکی و توی خط اول و دوم بیانیه باز بیانیه رو همزمان تصویرش رو روی نسخه ویدیویی این اپیزود دارید میبینید الان توی این بیانیه خط اول و دومش اشاره کرده بود که این بیانیه در پاسخ به یک سری شایعات در فضای مجازیه یعنی اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی منتشر شده من کاربر که قربانی این نشر دیتام هم رفتم شماره کارتم و رمزم و دارم روی یک سایتی میبینم اما اومدن توی بیانیه اولین کاری که کردن در حد یک سری شایعه اتفاق به این مهمی و پرسر و صدایی رو تقلیل دادن و در ادامه گفتن که حالا به, بانک ها توصیه میکنه به کاربرهاشون توصیه بکنن اگه کاربرهاشون مثلا یه مدتی یک ماه سه ماه رمزشون رو عوض نکردن فراخان بدین بیان رمزشون رو عوض کنن به کاربرهام توصیه کرده هست ماه یک بار رمزتون رو عوض کنید و خود خبرگزاری تابناک اومده به این بیانیه واکنش داده که داداش اگه مثلا در حد یه سری شایع است دیگه چرا تو اومدی به بیانیت کلمه مهم رو گذاشتی رو بیانیه نکته مهمی که در مورد این بیانیه بانک مرکزی وجود داره اگه دقت کنید خیلی هوشمندانه اومده اینو در حد یک شایعه تقلیل داده در صورتی که یک فاجعه مثلا اطلاعاتی حساب میشه برای بانک ها برای بانک مرکزی اون سال ها سال 91 این همه شماره کارت این همه رمز اطلاعاتی که منجر میتونسته بشه به کپی شدن کارت ها. و این الگوی رفتاری رو شما توی نشتهای بعدی برای کسب و کارهای خصوصی کسب و کارهای دولتی سازمانهای دولتی وقتی اتفاق افتاده میتونید ببینید همیشه توی بیانیه ها اومدن با یه سری ترفند یک سری جملات هوشمندانه از طرف تیم پیار و روابط عمومی اینو تو ذهن مخاطب تو ذهن کاربر کوچک نمایی کردن در صورتی که هر کدوم از این نشت ها حق ها خودش نفوس ها به تنهایی فاجعه بوده مثلا هر کسب و کاری اومده گفته خب این اطلاعاتی که منتشر شده اطلاعات پارساله مثلا اومدن با قدیمی جلوه دادن یک سری اطلاعات بار اینو کم کنند یا اطلاعات همه کاربرها نیست اطلاعات ده درصد کاربر هاست اینو به وضوح توی بیانی های که اصلا کسب و کارهای مختلف اتفاق افتاده میتونید ببینید من همزمان اگر نسخه ویدیوی این اپیزود رو میبینید این بیانیه ها رو روی تصویر میذارن که ببینید خودتون این الگو رو ببینید خیلی هم مثل همین بیانیه علی بابا و تپسی یه جمله رو استفاده کردن که ما مسئولیت این رو به صورت تمام کمال میپذیریم دیتای کاربر منتشر شده یک سری اتفاقاتی که از قبل باید میفتاده حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم نیفتاده هنگام اطلاع رسانی هم اون چرخه کامل اطلاع رسانی و آگاه سازی کاربر اتفاق نیفتاده و اومدن گفتن مسئولیتش رو قبول میکنه خب مسئولیت چی رو قبول میکنید شما نه قبلا در مورد یک سری انکریپشن ها حفاظت داده از حفاظت داده و این مسائل یه سری موارد رو رعایت کردید نه الان که این نشت اتفاق افتاده به صورت شفاف به کاربر اطلاع رسانی میکنید اینکه چه اطلاعاتی لو رفته چی کار باید بکنه چه حساسیتی ممکنه داشته باشه از این به بعد چی کار میخوایم اومده توی اکانت های شبکه اجتماعی اکانت های شخصیش این اطلاع رسانی رو کرده که آره یه همچی حکی اتفاق افتاده ما هم مسئولیتش رو قبول میکنیم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم زمان نسبتا زیادی از این اتفاق افتاده داخل شبکه های اجتماعی رسمی تبسی وبسایت تبسی اپلیکیشن تبسی هیچ اثری از اشاره به این که کاربر گرامی بخشی از دیتای شما همه دیتای شما مورد نفوذ قرار گرفته در اختیار کسی دیگری قرار گرفته شما این اطلاعاتی که ازتون لو رفته شامل این موارد میشه یا اینکه برای مثلا جلوگیری از خسارات احتمالی بیشتر کاهش ریسک و خطر این کارها رو بکنید اثری نیست حک نسبت به حک قبلی خیلی بزرگتر بوده اطلاعات تقریبا فکر می کنم 20 میلیون کاربر رو رفته این اطلاعات شامل اطلاعات اکانتاشون بوده شماره موبایل و حالا اطلاعاتی که وارد کرده بودن آدرس های ذخیره شده اطلاعات سفرها کجا رفتن کجا اومدن کدوم آدرس رو به چه اسمی ذخیره کردن و نکته مهم این که اطلاعات دیوایس ها و دستگاه ها هم بوده گوشی ها تبلت ها شامل آیدی دستگاه ها حالا تو اندروید مثلا اندروید آیدیه یک شناسه یونیک و منحصر به فرده گوگل اد آیدی بوده یک آیدی که بالا مصارف تبلیغاتی داره ولی خب به نبود یک سری قانون یک سری نظارت یک سری برخورد بعد از نشت دیتا ها باعث شده کسب و کارها اکثرا با اهداف تجاری اهداف تبلیغاتی اتش بیشتری به جمع آوری دیتا داشته باشن مثلا وقتی یک فروشگاهی یک اپلیکیشنی داره شما برید بررسی کنید ممکنه حتی طول و عرض صفحه گوشی شما رو هم داره ذخیره میکنه نسخه اندروید شما رو ذخیره میکنه اندروید آیدی تو ذخیره میکنه برنده گوشی تو ذخیره میکنه این ذخیره کردنه حالا اینکه خوبه یا بده چه نظارت های قانونی باید روش باشه یک داستانه اینکه کسب کاری که این دیتا رو ذخیره میکنه یک سری دیتا دیتای حساسیه مثل همین اندروید آی دی مثل گوگل اد آی دی این دیتا وقتی کسب کاری رو ذخیره میکنه باید یک انکریپشن یک رمزنگاری روش داشته باشه حداقل کارهایی که میتونه انجام بده و من خودم یک پستی در این مورد نوشتم توی توییتر و تلگرام که این اندروید آیدی و گوگل اد آیدی باعث میشه که شما توی اپلیکیشن های دیگه هم قابل رسد و ترک باشید یعنی شما اگر این اپلیکیشن رو نصب دارید الان معلومه کاربری به اسم میلاد نوری توی این اپلیکیشن با این شماره موبایل عضو بوده اندروید آیدیش چنده چه در واقع چیه اگر شما به عنوان همین کاربر داخل یک اپلیکیشن دیگه ای به صورت ناشناس یک خبری رو فقط خوندید اگر اون اپلیکیشن نیاز داشته دا حالا برای یک سری مصارف خودش اندروید آیدی شما رو ذخیره کرده باشه اون سیستم خبری الان میدونه کسی که این خبر رو خونده میلاد نوریه با تطابق این دیتا همینطور من اگه برم فرض ما توی یک سایت موزیکی زیر یک آهنگ یک کامنتی بذارم به صورت ناشناس و بدون ورود اونجا باز مشخصه این کامنت رو من نوشتم قبلا مشخص بود همچین اندروید آیدی اینو نوشته اما الان با تطابقش با شماره موبایل و احراز هویت معلومه این کاربری که این رفتار رو تو شبکه‌های توی اپلیکیشن مختلف داشته همین کاربره این نشته اطلاعات خطرهای مختلفی داره حالا یکیش اینه مثلا به ذهن من رسیده و نکته جالب اینه که این گوگل اد آیدی رو شما توی اندروید توی تنظیماتش میتونید برید با یه دکمه خیلی ساده اینو ریجنریت کنید این کده باز تولید بشه و اگر حالا قبلا هم مثلا این ارتباط قابل تشخیص بوده حریم خصوصی کاربر نقض شده با یه زدن یه دکمه مثلا یکی از کارهای خیلی ساده که میشه انجام داد یه نکته‌ای که خیلی وقتا میشنویم توی این هک ها از سمت معمولا کسب کارهای مورد هک قرار گرفته شده معمولا روابط عمومیهاشون اینه که حک همه جای دنیا اتفاق میفته یعنی یه چیزیه که ما یاد گرفتیم و خیلی توتیوار تکرار میکنه حک همه جای دنیا اتفاق میفته دقیقا حک همه جای دنیا اتفاق میفته دقیقا امنیت صد درصد نیست این اطلاعاتی که توی این بیانیه میاد اینها درسته اما هیچ جای دنیا مثلا شما نمیبینید یک سیستمی به این عظمت این سیستمی که تقریبا بیشتر مردم عضوشن اطلاعات مهمی از مردم داره بعد از حک بیاد بگه ما مسئولیت رو پذیرفتیم و خدا نگهدار توی اکانت های رسمی مونم هیچی نمیگیم به خاطر اینکه خب میدونم توی اکانت های رسمی اگر عکس نشون بدن ممکنه به 20 درصد 30 درصد کاربرها ندیده باشن در واقع هیچ مسئولیت پذیری اتفاق نیفتاده شما وقتی همچین اتفاقی میفته باید به کاربر بیای خطرات رو گوش زد کنی مسئولیت اینو بپذیری که آقا این اتفاق افتاده واقعا ما اینو قبول داریم و در راستای مسئولیت پذیریتون بیاید بگید کاربر گرامی این اطلاعاتی از اندروید آیدی و گوگل اد آیدی شما منتشر شده این خطراتو برای شما داره این آدرس هایی که منتشر شده این خطراتو داره مثلا شما اگر حالا به عنوان یک شخص ثروتمند سیاسی مثلا اگر خطرات امنیتی هم شما رو تهدید میکنه الان آدرس مدرسه بچه‌ت هم لو رفته و عنوانش دقیقا هست مثلا مدرسه آرمان خونه خاله شرکت مثلا میلاد در اناوین آدرس گویای اینه اگر شما خودتون خطری از این قسمت متوجهتونه برید رعایت کنید اگر فکر میکنید رسد شدنتون تو اپلیکیشن های مختلف حریم این خصوصیتون رو نقص شدنش باعث خطر براتون برید ریجنریت کنید اندروید آیدی اینه تعریفش با هر بار فکتوری ریست میشه برید این کار رو کنید اگه خیلی براتون مهمه شما وقتی اینها رو نگفتید اون مسئولیت پذیری که اعلام کردید در حد یک جمله در شبکه های است. و هیچ ارزش بیشتری نداره واقعا چون برای کاربری که در خطر خب این مسئولیت چه آورده ای داشته الان حتی شما به کاربر اعلام نکردید به صورت رسمی چه دیتایی ازت منتشر شده چی کار میتونی بکنی شما باید بیاید بگید ما این از این حالا سوراخ گزیده شدیم این اتفاق ها افتاده حالا سوای اون بیانیه امنیتی که معمولا شرکت‌های خارجی میدن و لحظه به لحظه تو شبکه های اجتماعیشون میگن داریم بررسی میکنیم بررسی کردیم این دیتا اگه نیازه مثلا فیسبوک هم هک میشه ولی میاد میگه آقا حتما بریم پسورتون رو عوض کنید حتما این کارو بکنید این سه تا چهار تایی که من مثال میزنم فقط مثاله ها وگرنه همشون کسب و کارهای قابل احترامی هن، کسب و کارهای بزرگی هن و شما این بیانیه ها رو برید بیانیه های کسب و کارهای دیگر هم ببینید تقریبا همینه ما به عنوان نمونه اینو داریم مثال میزنیم نه اینکه بگیم حالا این کسب و کارها مثلا ما خصومتی داریم با آشون اینو به عنوان نمونه آوردیم یا نه به خاطر این حجم بالای نشت اطلاعاتی که اتفاق افتاده دیگه صرفا نمیشه بهش گفت نشت اطلاعات بهتره از کلمه های مثل دشت اطلاعات استفاده کنیم حتی خیلی از افراد فنی این توی شبکه های اجتماعی می نویسن آقا دیگه اطلاعات ما ایرانی ها حالا به شوخی می نویسن اوپن سورس شده دیگه چیزی نیست که منتشر نشده باشه حالا در ادامه این اپیزود در قسمتی که این اطلاعات ما به چه درد می خوره اشاره می کنیم بهش حالا این که خیلی از ممکنه سرور های ما نرم افزار های ما یه حالا یه سوراخی داشته باشه یا مثلا هم یه سوراخی داشته باشه به کنار حالا همه جای دنیا به قول دوستان ممکنه اتفاق بیفته این سوراخ هم حالا از چشم مای برنامه نویس تیم امنیتی بچه های حالا بخش سرور رو زیر ساخت داره دور مونده اوکی شما این مسئولم فدای سره حداقل بعد از اینکه این اتفاق افتاد سیستم رو آب کن برش گردون سیستم شما که یک کسب و کار کوچیک نیست بگی حالا مثلا اینو خاموش میکنم بره پی کارش سیستم شما سیستمی که خیلی از سازمان ها خیلی از قانون ها خیلی از سایت ها و سرویس که آدم ها و کاربران مجبور کردن که ازش استفاده کنن یه نمونهش اینترنت داتایاره. از یک سال پیش که حالا صحبت در مورد هک شدنش بوده این سیستم قطع شده و نزدیک یک سال اینترنت آی در دسترس نیست آقا حالا سوراخه رفت شد رفت نشد نمیدونم هر اتفاقی افتاد این سیستم ها دیگه برگردون فدای سرتون چی اتفاق افتاده دیتا رفته دیتا هم پاک شده یک صفحه جدیدی راه اندازی کنید و اینکه مردم که خیلی حالا مثلا اینترنت دات آی محبوب نیست هر, در... هر روز بخوام بهش سر بزنن اما روی اینترنت دات یک ساب دامینی وجود داره به اسم رف فیلتر داد اینترنت دات, دات وقتی یک کسب و کاری یک سایتی به اشتباه فیلتر میشه که مم. حالا با اون چیزهایی که برای فیلترینگ تعریف شده نمیخونه میاد میگه آقا من سایتم اشتباه فیلتر شده باید بیاد توی رفع فیلتر دات آر درخواست کنه که رفع فیلتر بشه این صفحه یک سال قطعه و پایین اومده و اصلا کسی به این فکر نکرده خب اون بدبختی که سایتش به اشتباه فیلتر میشه باید چی کار کنه یا اون خیلی وقتا حتی سایت خود شما نیست مثلا یک ابزاری استفاده میکنه به عنوان برنامه‌نویس احساس کنه اشتباهاً فیلتر شده. باید برید اینجا گزارش بدید. حالا اینکه این گزارش ها به جای میرسیده یا نه، اینکه از ده تا گزارش چند تاش بررسی میشده یا نه رو کار نداریم. صرفا این که وقتی شما اینو فیلتر میکنید به کاربر هم میگه اگر اشتباه شده بیا توی رفع فیلتر این رفع فیلتر الان کجاست حتی حالا توی سیرک فیلترینگی که ما داریم یه قبلا هم که این سایت بالا بود درست کار نمیکرد این چرخه چرا شما وقتی سایتت فیلتر میشد و از قبل توی ساماندهی عضو نبودی می اومدی توی رفع فیلتر میزدی من سایتم میخوام رفع فیلتر بشه میگفتم برو اول تو ساماندهی ثبت کن می رفتی توی ساماندهی ثبت کنی و ساماندهی کارشناسش یه تیکت باز میکرد اشکال وارد میکرد و اشکالش این بود که سایت شما در دسترس نیست به خاطر اینکه سایت شما فیلتر بود اونور میزد در دسترس نیست نمیتونی تو ساماندهی ثبت کنی اینور میگفت میخوای رفع فیلترش اول برو تو ساماندهی ثبت کن و این سیستم رو دقیقا من اون موقع یه پستی راجبش گذاشتم با عکس پتومت واقعا انگار پتومت تراحیش کرده بودن این فراینده رو یعنی یک بار نیومده بودن رو کاغذ دو تا خط بکشن دایره ببین آقا این کار میکنه یا نه حالا بعد از این داستان الان این سیستمه که خود چرخش در واقع ناقص بوده مشکل دار بوده این سیستمه یک ساله که قطع رفع فیلتر سامانه رفع فیلتر حالا مثلا پتومت انگار یه برادر سومی هم داشتن چت پتومت و چت مثلا الان چت هم در تصمیم گرفته این سیستم ها بالا نیاد <applause> حالا اگه پتومت واقعا اونجوری که به ما گفته بودن برادر بوده باشن نمیدونیم شاید هم برادر نبوده باشن چون دوقلوهای افسانه‌ای هم یه کارتونی بود زمان ما پخش می‌شد سالها به ما گفتن اینها خواهر برادرن و دو بعد بعد بعدا که حالا اینترنت اومد ما سرچ کردیم دیدیم اصلا دختره مثلا چش درشته بور پسره نمیدونم چینیه یعنی ما در همین حد ساده بودیم دیگه و احتمالا این مسئولینی هم که هک ها رو تز... تکذیب میکنن شما دیتات اومده رو داری میبینی و سایت قطع شده همزمان ولی خب هک ها رو تن... تکذیب میکنن در همون حد هنوز ما رو ساده میدونن ما کاربرها رو احتمالاً که دو قلوهای افسانه ای رو باور میکردیم و باورمون میشد عموی سوباسا واقعا عموشه و یه نکته دیگه هم این که حالا این اینترنت داتایر یه قسمت قضیه بود انگار مثلا اینا یه بکاپی از سایت نداشتن حالا دیتابیس رفته پاک شده بکاپاش پاک شده و اینا هم به کنار ها انگار مثلا این ای که طراحی کردن حتی رو سیستم برنامه هم نمونده ما وقتی سیستم رو برای یکی برنامه نویسی میکنیم بعد از پنج سال میاد تو فولدرامون می‌گردیم، تو هارد قدیمون می‌گردیم، پیداش میکنیم یعنی اینا همچی چیزی هم نداشتن حتی شهرداری هم که چند سال پیش همچی اتفاقی براش افتاد سرویسش قطع شد یادم نمیاد راستن هک و گردن گرفتن یا نه موقعی که این سیستم رو برگردوندن توی کد های سایت صفحه رو برگردوندن توی کد های صفحه اصلی ردپای از سایت وب آرشیو بود یعنی اینها رفته بودن از سایت وب آرشیو برگردونده بودن این بکاپ رو من اینجا حس می کنم یه خطی حالا برای مسئولین هم باید توضیح بدیم که آقا بکاپ یا پشتیبان مثلا نسخه پشتیبان چیه احتمالا نیاز باشه ویکیپدیا سرچ کنن بدونن که از یه سر سیستم ها بد نیست بکاپ داشته باشن مخصوصا اگه این سرویس حجم زیادی از دیتای کاربرها روش نیاز مثلا روزانه لحظه ای بکاپ گرفته بشه حتی اگر بکاپی هم وجود داشته باشه و هکرها یا یه نقص فنی یا هر چیزی باعث شده نسخه بکاپ هم از بین بره باز مقصر شمایی که این سیستم رو جوری طراحی کردیم که بکاپ ها هم قابل نفوذ و هک باشه جای جداگانه نباشه یه ضرب المثل هم هست میگم به یه بنده خدایی گفتن به صورت دمر آب نخور عقل تو از دست گفت عقل چیه گفتن هیچی آب تو بخور احتمالا به یه سری از این دوستانی که حالا بدون تخصص اومدن صرفا یه مسئولیتی گرفتن یه قسمتی که دیتای حساسی از کاربر هست بگی مثلا نسخه بکاپ کجاست بگه بکاپ چیه و خیلی هم باز توضیح اینکه بکاپ نیازمنده داشته باشن شاید بهشون کمک نکنه متاسفانه در این قسمت به وب آرشیو هم اشاره کردیم یه معرفی کوتاهی ازش داشته باشیم شما به عنوان خبرنگار یا یک کاربر ممکنه نیاز داشته باشید یک نسخه خاصی از یک سایتی رو مثلا نسخه 22 مهر 1402 از صفحه اصلی فلان خبرگذاری یا یک خبر در اختیار داشته باشید خیلی راحت میتونید به آدرس web.archive.org برید و آدرس رو وارد کنید براتون اون نسخه رو آرشیو میکنه و همیشه موندگاره حتی ممکنه یه وقتی یه سایتی از شما کلاهبرداری کرده باشه یه قانون مثلا تو قانونش یه چیزی رو نوشته باشه بعدا بیمه این بده که اینو تغییر بده شما میتونید اونجا برید یک نسخه از اینو آرشیو کنید معمولا کمک کننده است خود من هم وقتی یک خبری رو از یه خبرگزاری استناد میکنم معمولا یک نسخه رو همون آرشیو میکنم و نکته دیگه اینکه اگر آدرس یک سایتی رو بزنید آرشیوهای های قدیمیش هم میتونید ببینید ربات های این سایت خودشون هم چند بار یک سری سایت ها رو کرال میکنن و آرشیو میکنن حتی اگر کاربری هم اومده باشه به صورت دستی یک نسخه رو آرشیو کرده باشه شما میتونید دسترسی داشته باشید بهش همین وبلاگ آیدی کارت دات بلاگ اسپاتی که اشاره کردیم کارت ها رو منتشر کرده بود همین الان تو همین سایت میتونید بزنید و آرشیفشو رو بر اساس زمان که این سایت دسترسی داشته و تونسته ذخیره کنه ببینید که اون موقع مثلا همچی وبلاگی حتی اگر از بین هم رفته باشه یا در آینده از بین بره اطلاعاتش اونجا میمونه یک سوالی که هست اینه که این اتفاقات چرا انقدر توی ایران زیاد میفته عوامل مختلفی داره عواملش زیاده ولی مهمترین عاملش قانونه فرض کنید من یک فروشگاه دارم یک کسب و کار دارم و حجمی از دیتای کاربرا رو در واقع به بسته به نیاز کسب و کارم یا حتی اگر نیاز ندارم به صورت اضافه دارم ذخیره میکنم من وقتی هک های قبلی رو میبینم هیچ کدوم از این حک ها تقریبا قانون نیومده یقشون بگیره و مثلا الان تپسی گفت من مسئولیت رو پذیرفتم علی بابا گفت مسئولیت رو پذیرفتم کسب و کار ایکس و ایگیره گفت زیادن خیلی ها اومدن گفتن ما مسئولیت رو پذیرفتیم یا حتی بعضیشون اومدن گفتن ما حک نشدیم اصلا کی میگه این دیتایی که شما داری میگی و میبینی و خودت هم دیتای خودت رو داری میبینی اصلا اتفاق نیفتاده مثل ایران سل چندین سال پیش دیتابیسش حالا به هر نحوی یا هک بود یا دسترسی یکی از کارمندها بود یا هر چیزی اومد بیرون به حدی که این دیتابیس مثلا نفرات اول با یه عدد بالای خریده بودنش با اومده بودن حالا مثلا یه نفر همش دیتابیس رو مثلا میاد یک بیت کوین میخره بعد غیر از این خودش استفاده میکنه میاد نیم بیت کوین هم قیمت میذاره به چهار نفر دیگه هم میفروشدش دیتابیس ایران سل طوری بود که اون اواخر به سی هزار تومن رسیده بود و دیتای کامل کاربرها بود آدرسش کد پستیش حالا مثلا شماره تلفن ثابتش اسمش نمیدونم شماره ملیش اینا همه بود و من دیتا به حالا تو اینترنت بود خیلی یاد داشتن دیگه منم به دستم رسیده بود تو سایت ها پیدا کردم از رو کنجکاوی نگاش کرده بودم و من شماره های خودم آدرس خودم آد... کد پستیم کد ملیم اینها رو میدیدم ولی هنوز که هنوز ایران سر هیچ وقت قبول نکرده که این دیتا منتشر شده یعنی در خیلی وقت هم کسب و کارا اصلا میاد تکذیب میکنه از اساس خب منی که یک کسب و کار جدیدم و میدونم قانون یقه هیچ کدوم از اینها رو نگرفت و اگر برم بررسی کنم احتمالا حتی قانون سفت و سختی هم در این مورد وجود نداره و خیلی خودم رو ملزم نمیدونم ما وقتی یک سری کارها رو میکنیم چه به عنوان شهرمند چه به عنوان کسب و کار یا همه اینها خیلی وقتا ترس از قانون ترس از اجرای قانونه که باعث میشه ما اون سوء استفاده ها رو نکنیم اگر نیاز جایی سفت و سخت بگیریم سفت و سخت بگیریم مثلا الان خیلی از کسب و کارها آی پی کاربر رو ذخیره میکنن چرا به خاطر اینکه بعدا طی یه زمان حالا مثلا یه اتفاقی افتاده یه کلاهبرداری یک تهدیدی تو اون پلتفرم برای یه کسی پیش اومده کارشون به مرجع قانونی پلیس فتا یا جای دیگه کشیده شده گفتن آی پی این کاربر کو خب دو بار پنج بار گفتن ما آی پی رو ذخیره نمیکنیم از اون به بعد همه کسب و کارها میدونن باید آی پی کاربر رو ذخیره کنن اگر به کاربر خدمات حالا یه کم حساس تری میدن باید یک شماره موبایل وریفای شده حداقل وجود داشته باشه اگر حساسیت مثلا بحث مالی مثل صرافی ها میگن باید احراز هویت هم انجام بدی حالا یا با شاهکار این کارو کنی طرف کد ملیش رو شماره موبایلش رو بزنه یا با اون روش های سنتی که حالا خود خطرات خودش رو داره به آدم ها میگن عکس کارت ملی تو بفرست عکس سلفی بفرست عکس کارت بانکی تو بفرست یعنی میبینید کسب و کارها دارن این کارها رو میکنن چون میدونن اگر این کارو نکنن یقهشون گرفته میشه توسط مرجع انتظامی نمیدونم مرجع قضایی قانون جلشون رو میگیره حالا یا قانون یا یک نهادی اما در مورد نشت اطلاعات هم این اتفاق نیفتاده و حقیقتش ما قانون درست حسابی که از حقوق ما کاربرها دفاع کنه نداریم اولین بحثی که این اتفاقا میفته بحث قانونه این اتفاقا در واقع معلول یک چرخه معیوبه ها یعنی هر کدوم از این مواردی که میگیم دخیل ولی به تنهایی درستش نمیکنه یعنی ما میگیم قانون نداریم معنیش نیست اگر قانون داشتیم درست میشد ولی برای اینکه این اتفاق کمتر و کمتر و کمتر بیفته نیازمند اینه حتما قانون داشته باشیم قانون حمایت از داده های کاربر از حق من کاربر دفاع کنه الان من اطلاعاتم توی ایرانسل و توی تفسی و توی علی بابا و جاهای دیگه طی زمان و لو رفته اطلاعاتم توی کسب و کارهای مختلف توی سازمان های دولتی من الان کجا میتونم برم شکایت کنم و به استناد و کدوم قانون اگر حقی ازم تضییع شده حالا مالی یا غیر مالی ضرری حالا مادی یا معنوی متوجه شده کجا میتونم این حقمو بگیرم تقریبا هیچ جا به خاطر نبود قانون اتفاقا این دوستانی که طرح سیانت رو جلو می بردن یکی از دقدقه هاشون این بود که یعنی می وقتی این طرح رو یکم حالا زرورق پیچی و خوشکلاسیونش کنم می گفتن، آقا نگاه کن ما میخوایم بیایم از حقوق کاربر دفاع کنیم در صورتی خیلی قبلتر از همین طرح سیانت یک قانونی توی مجلس قانون که نه یه ترهیه دیگه هنوز قانون تبدیل نشده خاک میخوره برای اینکه بیاد مثلا از حفاظت از داده های کاربر انجام بده اگر کسب و کاری قصور کرد و قصورش مثلا احراز شد حالا یه جریمه شاملش بشه یا یه حتی تذکری بدون یه نهادی هست حداقل ببینه بررسی کنه این طرحه داره خاک میخوره و هر موقع انتقادایی که به طرح سیانت وارد بود یکیش این بود که شما اگر خیلی دلسوزی و دغدغه نشت دیتای کاربر رو داری برین اون قانونه رو از زیر خاک بکشید بیرون و اون طرح رو رسیدگی کنید و حتی الان میبینیم دیگه حالا طرح سیانت اون قسمت هایی که مربوط به قل و قم کردن شبکه های اجتماعی و فیلترینگ گسترد و اینا بود که تصریب نشد به صورت مستقیم ولی حالا غیر مستقیم الان اجرا شده دیگه خیلی از شبکه های اجتماعی پرمسان ها فیلتر شده و اینها خیلی جالبه دیگه اون مثلا نماینده های مجلس اون مدافع های ترحسین ها دیگه دقدقه حفاظت از داده کاربران ندارن همینطور که میبینید شما برید نشته اطلاعات تفسیر رو بررسی کنید خیلی سر صدا کرده یک دونه مصاحبه از یک نماینده مجلس پیدا کنید که اومده گفت باشه گفته باشه آقا ما نیاز به این قانون رو داریم ما میریم اون طرح رو یا میاریم میرون از زیر خاک خاکش رو پاک میکنیم بهش رسیدون یا یه طرح جدید میدیم به خاطر اینکه واقعا تو طرح سیانت دغدغه دق حمایت از کاربر و حفاظت از کاربر و سیانت از کاربر نبود برخلاف اسمش این هم از این یکی از نقص ها پس نبود قانونه یه نکته دیگه هم این که حالا ما توی کشورمون شاید وقتی یک قسمتی قانون نداره مثلا فرض کنید مثال میزنم صرافی های آنلاین قانونی واسهشون وجود نداره روز اول که وجود اومدن صرافی حوزه رمز یا کریپتوکارنسی خب قانون وجود نداره دیگه همه ما به عنوان کاربر به عنوان پلتفرم به عنوان کسب و کارها میدونیم اگر این حوزه قانونمندتر باشه بهتره ولی وقتی ما اینو به دست گذار میسپریم میدونیم قانونگذار به دل... به دلیل اینکه اشراف نداره روی موضوع و صرفا مثلا همیشه قانونهایی که تدوین کرده بیشتر دیدش این بوده چطوری مثلا محدودیت ایجاد کنیم با محدودیت جلوش رو بگیریم و به این فکر نکره همگام با اون تکنولوژی با اون سرعت پیش بره اومده صرفا گفته چیکار کنیم این اتفاق نیفته خب ببندیم خب صرافی رو فیلتر کنیم خب درگاه بهشون ندیم خب هر کس بکنیم خب درگاه را بگیریم مثلا بیایم اینجوری چوب لای چرخش کنیم چون درست قانون نکرده و قانونی هم که به وجود آورده خیلی درست اجرا نشده همیشه ما خودمون ترس از قانون هم داریم یعنی همونقدر که ترس از بیقانونی داریم توی یک حوزه ای ترس از قانون هم داریم من به عنوان کاربر اگر توی یک صرافی ایرانی برم ممکنه حالا مثلا قبلا که هیچ بخش نامو قانونی هم براشون وجود نداشته میترسیدم از اینکه این حوزه بی قانونه ولی وقتی میخوان براش قانون گذاری کن و این قانون رو اجرا کنن باز میترسم به خاطر اینکه میدونم یک قسمتی از محدودیت ها برای من کاربر ایجاد میشه یک قسمتی از محدودیت ها برای من کسب و کار و به خاطر این ما خیلی وقتا وقتی میگیم باید قانون خوب وجود داشته باشه توی حوزه خیلی ها باز ممکنه گارد بگیرن بگن آقا این بی قانونی بهتره چون خود مارکت رقابت حالا باعث شده یه سری از کسب و کارات توی قالبی شک کنن شک بگیرن ولی فارغ از اینکه حالا قانون گذار ما کارش خوب انجام میده یا نه توی خیلی از حوزه های این همه جای دنیا نیاز به قانون داریم و بی قانونیه بدتره یه موضوع دیگه صرف این که اون قانون وجود داره یا نه اجرای قانونه ما یک معلمی داشتیم توی دبیرستان و یک روز که صحبت میکردیم سر یکی از کلاس ها بحث کشیده شد به قانون یادم نیست از کجا این بحث شروع شد و این معلم ما یک نکته خیلی مهمی رو اشاره کرد که من همیشه یادم مونده و ازش یاد گرفتم اشارهش این بود که یک قانون سوای اینکه خوبه یا بده خیلی مهمتر اینه که اون قانون برای همه و به صورت درست اجرا بشه اشارش به این بود که مهمتر از اینکه یک قانون وجود داره خوب یا بد اجرای خوب اون قانونه و یک قانون هر چقدر بد وقتی برای همه و به صورت کامل اجرا بشه گزینشی اجرا نشه نصفه اجرا نشه تبصره های نانوشته توش نیاریم این باعث میشه قانونهای بد به قانونهای خوب تبدیل بشن به مرور اصلاح بشن و قانونهای خوب به قانونهای بهتری در واقع تبدیل بشن یعنی اگر ما یک قانونی داریم به عنوان قانونگذار به عنوان مجری قانون به عنوان کسب و کار این قانون باید برای همه رعایت کنیم حتی مثلا معلممون یه مثال میزد میگفت حالا زمانهای خیلی 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 قدیم خیلی قدیم مثلا ما زیادمون نیست مال این دوره الانمون نیست دو تا بچه با هم بازی میکردن یکیشون میگه شغل بابای تو چیه میگه بابا من روزی یک مثلا یه قرون پول میگیره قانون مینویسه بابای تو چی کار است میگه بابای من مجری قانونه روزی دو, قرون می می تو... قرون میگیره میشاشه تو قانونی که بابای تو نوشته این اشاره داشت که آره <صحب> یکم <تصحب> بی ادبیه و این اشاره داشت به این که اجرای قانون چقدر مهمه وگرنه اون کسی که مجری قانونه بخواد این اجرای قانون رو کامل انجام نده باعث میشه که اون قانونی که نوشته شده خیلی راحت حالا زیر پا گذاشته بشه مثال سادهش مثلا آقا الان خیلی بحث هست که آیفون حالا باید وارداتش ممنوع نمیدونن نمیدونم حتی اگه باید تو مغازه هایی که آیفون وجود داره بگیریم جریمه کنیم به این که بگن آیفون بده برای منی که تکنولوژی دوست دارم دوست دارم آزادی باشه هر کس هر گوشی میخواد استفاده کنه انقدر اقتصاد خوب باشه هر کس اگه خواست آیفون بخره بتونه بخره دلیل طرف برای آیفون نخریدن صرفا نداشتن پولش نباشه من به عنوان همچی آدمی دارم میگم این که آدم ها نباید از آیفون استفاده کنن رجیستر نمی کنی مغازه رو یک قانون بده ولی همین قانون بد اگر برای همه اجرا بشه باعث میشه خود اون نماینده مجلسی که این قانون رو گذاشته خود اون کسی که داره این کسب و کارا رو پلم میکنه میره میگرده مغازه ها رو خود اون کسی که قوانین رجیستری رو گذاشته خود اینها هم اگه مشمولش بشن خود به خود میفهمن چه قانون مسخره و مثلا محدود کننده و روی مخیه برای شهروند ها و باعث میشه این قانون رو قانون بهتری کنن بیان مثلا دیگه همچی قانونهایی نذارن یا این قانون قبلی رو اصلاح کنن اثرش رو کمتر کنن و تو قانون های بعدی اینو رعایت کنن ولی شما میبینید همین الان من توییتشو رو میذارم روی نسخه تصویری که دارید میبینید نماینده مجلسی که اومده در مورد بدی آیفون چند سال پیش توییت کرده و خواسته مای کاربر و مملکت و همه رو از شر آیفون نجات بده توییتش رو به آیفون زده مثال میذارم ها بگن آقا همه ایرانی ها اصلا ماشین دیگه نمیذاریم وارد بشه همه باید پراید سوارشن این قانون خیلی بدیه دیگه و از زوایای مختلف قابل نقده اما اگه من مطمئن باشم پسر میرسلیمم مثلا به عنوان نماینده مجلس پراید سوار میشه خیلی مشکلی ندارم با این قانون چون مطمئنم خود آقای میرسلیم به عنوان کسی که مثلا میگه حالا لند کروز و فرقی نداره میاد میگه نه آقا پراید بده باید مثلا ما ماشین های بهتری داشته باشیم یا یه مثال دیگه فرض کنیم مثلا الان یه جنگ اتفاق افتاده میگن آه همه باید از این سن به این سن برن شرکت کنن خب من نه تو این جنگ دخیل بودم نه چیزی دیگه خب سیاست مدارا تصمیم گرفتن جنگ بشه و باز تصمیم گرفتن من برم و میگن اصلا یه قانونی اگر نری مثلا ال میشه بل میشه این قانون بدیه دیگه ولی من میگم این قانون برای همه باشه مثلا پسر خانم ابتکار پسر خانم خزعلی هم مثلا اگه تو این او اوکیه چون این باعث میشه خود اونها هم نگرانی داشته باشن از بروز جنگ نگرانی داشته باشن سیاست بدونن در واقع یقه بچه های خودشون هم میگیره ولی خب نه الان وقتی طرف مثلا قانونی برای ما میذاره که خودش با آیفون داره توییتش میکنه آیفون بده و خیلی از مسئولین میگن آیفون بده اصلا تو ایران نباید داشته باشین خب خیلی از بچه هاشون اصلا ایران نیستن که بخواد این قانون شاملشون بشه یا اگرم شاملشون بشه بالاخره یک میدونن یک های ای وجود داره این فقط هم سمت قانون اجرای قانون توی نهادهای دولتی و حاکمیتی نیست صحبت ما توی پلتفرم هم همینطوره مثلا کافه بازار اعلام کرده شما اپلیکیشنت وقتی میخواد کاربر رو بفرسته درگاه بای بانک باید مسترین بفرستش توی مرورگرش توی بروزرش همونطور که میبینید اسنپ و تپسی و خیلی اپلیکیشن های دیگه دیجیکالا وقتی شما تو اپشون پرداخت رو میزنی یه پنجره مرورگرت بیرون اپ باز میشه چرا به خاطر اینکه جز قوانین کافه بازار و خیلی از مارکت های دیگه است که شما صفحه پرداخت نباید داخل خود اپلیکیشن به صورت وب ویو باز کنه ولی نکته جالب اینه که خود کافه بازار پنجره پرداخت رو توی وب ویو باز میکنه یکی از دلایلی که گفتن اتفاق نباید بیفته به خاطر اینکه اطلاعات کارت بانکی کاربر که برای پرداخت توی صفحه پرداخت وارد میکنه در معرض خطر نباشه دیگه ولی کافه بازار میگه من خودم این مثلا قانونو گذاشتم برای پلاتون من و خودم هم موجشم ولی اول نقص کننداشم خودم هم. این برای بقیه هست یا من یادم خیلی سال پیش یه اپلیکیشن نوشته بودم برای یک مشتری این اپلیکیشن کاربر میتونست داخلش از طریق یو یا شماره گیری کارت شارژ بخره مثلا شما یه کد یو اس رو این دکمه رو که میزدید خرید شارژ نمیدونم اعلام موجودی ست کردن آهنگ پیشواز اینا رو که میزدید اون کد رو نمیخواد شما حفظ کنه دیگه خودش کال میکرد این کد رو اما ما برای اینکه کاربر راحت تر باشه اومدیم گفتیم خب تا این یو اس شماره کارت طرفم باید بفرستیم میگه ما اومدیم شماره کارتی که کاربر وارد میکرد رو ذخیره کردیم که کاربر دیگه شماره کارتش هم نخواد وارد کنه وقتی اینو میزنه ازش بپرسیم کدوم شماره کارت تو میخوای انتخاب کنی که فقط بره رمزش رو وارد کنه رو اون در واقع شماره گیر یو و حالا این دوستان یادم نیست با کجا جلسه رفتن و اینا قبل از پابلیش قبل از انتشار اپشون بهشون گفتن خلاف قوانین شاپرکه که شما هر اطلاعات بانکی از کاربر بگیرید گفتن شماره کارت فقط و گفتن همینم خلاف قوانینه با قوانین شاپرک نمیخونه و من حتی سرچ کردم دیدم اصلا یکی از فلسفه های وجودی شاپرک اینه که اومده امنیت رو بیشتر کنه شاپرک همین درگاه های پرداخت اگه برید دقت کنید میبینید از هر درگاهی که استفاده کنید ساب دامنه شاپرکه زیر دامنه یا ساب دامنه شاپرکه مثلا وقتی شما میرید بانک سامان یا بانک پارسیان توی درگاهشون میبینید که زیر دامنه شاپرک خورده توی آدرس بار مرورگرتون و گفتن خلاف قوانین و ما گفتیم چشم حتما در واقع درسته حرف درستیه و نگرانی به جای این کارو نمی کنیم و اون اپلیکیشن ها رو حالا اون ساختارش عوض کردیم من چند وقت پیش داشتم بررسی می کردم ما یه تعداد زیادی اپلیکیشن پرداختی تو ایران داریم خیلی هم زیادن و همه هم معروفن همه هم به اندازه خودشون کاربر دارن همشون کاربرهای میلیونی دارن مثلا ما آپو داریم تاپو داریم نمیدونم همراه بانکو داریم 724 رو داریم اپ های مختلفی این اپلیکیشن های پرداختی رو روی اندروید من نصب کردم همشون رو داشتم تست می کردم بلا استثنا بلا استثنا همشون اطلاعات بانکی شما رو با جزئیات توی اپ خودشون در واقع میگیرن از شما یعنی خلاف اون چیزی که به ما گفته شده بود اگر این قانون وجود داشته چرا کسی یقه اینا رو نمیگیره الان شما میرید یک قبض جریمه پرداخت کنید یک کارت به کارتی انجام بدید یا یک نمیدونم شارژی بخرید شماره کارت شما رو ازتون میگیره رمز ثابتتون رو ازتون میگیره حالا اگر زیر صد هزار هم باشه نخواین رمز پویا استفاده کنید شماره سی رو ازتون میگیره تاریخ انقضای کارتتون رو هر آنچه که برای پرداخت آنلاین نیاز هست و از شما میگیره و به سرورهای خودش ارسال میکنه اولا سوال اول من اینه که اگر این قانون وجود داره چرا اینا رعایت نمیکنن این همون بحث اجرا نشدن قانون دیگه خب یه اپ پرداخت اومده حالا یا مثلا دو تا آشنا داشته چهار تا تلفن زده ما این کارو میکنیم بعدی اومده گفته چرا من نکنم اون یکی اومده گفته برو ببین این دو نفر چه جوری این کارو کردن ولی خب کوچیک‌ترها احتمالا نمیتونن این کارو کنن احتمالا شما اولین اپ حالا به ما یه آدم ناشناخته این کارو بکنه احتمالا خیلی سریع عقتونو قانون میگیره چون قانون برای دیگران خیلی چیز خوبیه و اینها دارن این اطلاعاتو اینها آیا کار قانونی دارن میکنن سانیان اگر کارشون قانونی آیا نظارتی وجود داره بر اینکه اینا دیتا رو آیا ذخیره دارن میکنن سمت خودشون یا نه اگر ذخیره میکنن چه جوری ذخیره میکنن اگر طور درستی هم ذخیره میکنن آیا یک شرکتی یک کارمندی مثل همون کارمند سابق شرکت انیاک داخل اون مجموعه به این دسترسی داره اگر این دیتا لو رفت یقه کی رو باید بگیریم یعنی این چیزی که مثل بمب بمب ساعتی خودش که هر لحظه ممکنه این دیتا هم نش پیدا حالا ما داریم میگیم اون دیتایی که نش پیدا کرده آدرس و دیوایس آیدی و فلان بوده این که دیگه دیتای پرداختی کاربراست اگه نشر پیدا کرد یقه یعنی کی رو باید بگیریم و چرا قانون جلو اینها رو نگرفته قانون نظارتی نبوده این بحث این بود که ما یه قانون باید داشته باشیم و یکی اجرای درست قانون و میگم اجرای درست قانون هم باز خودش خیلی مهمه دیگه خیلی از ماها به اشتباه فکر میکنیم ایران قانون کپی نداره هر وقت مثلا یه اتفاقی میفته میگه ایران که کپی رایت نداره ایران که قانون کپی رایت نداره در صورتی که من خیلی سال پیش توی برنامه تلویزیونی دکتر حبیبا یا حبیبیا حالا فامیلیشون فراموش کردم مهمونم بود توی برنامه ای و در مورد همین صحبت کردیم که ایران یک قانون حمایت از حقوق مؤلف همچی چیزی داره قانون خیلی قدیمیه ولی با همون قدیمی بودنش اگر درست اجرا میشد تا همین امروز خیلی از نیازها رو جواب میداد قطعا این قانون نیاز به بروز رسانی داره نیاز به این داره که حالا اتفاقهایی که بعدا اتفاق افتاده و قانون گذار موقع پیش بینش نکرده اینو به عنوان آپدیت بهش اضافه کنه ولی همون قانون هم اصلا اجرا نمیشه الان دکتر وضعیت قانون کپی رایت ایران چطوری؟ آیا کپی رایت ایرانی داریم الان؟ با. قانون سوال بسیار خوبی است الان در اذهان مردم و بعضا در دانشگاه ها خیلی از اساتید بعضا با ما رو روبرو میشن و سوال میکنن که آقا در ایران ما یه قانون مالکیت ادبی هنری داریم یا کپیرایت داریم در ایران اصلا کپی وجود نداره در صورتی که نه ما اتفاقا قانون مالکیت ادبی و هنری یا همون قانون کپی رایت ما برمیگرده به سال 1348 که در مجلس وقت به تصویب رسیده و علی رغم نواقص زیادی که داره اموزه می تواند پاسخگوی خیلی از نیازها و جلوی خیلی از نقض که اتفاق میفته در جامعه رو بگیره همه در واقع موضوعات علمی ادبی هنری و خوشنویسارها حالا در واقع توی اززاره. این برگردان واژه کپیرایت هست آمد. که ما در زبان فارسی اون رو تحت عنوان حقوق مالکیت ادبی، هنری، علمی هم میتونیم بگیم. <applause> ولی اگر نگیم وقتی ادب که میگیم ادبیات که به کار میبریم، ادبیات رو در مفهوم عامش به کار میبریم، ادبیات مربوط به مکانیک، ادبیات مربوط به تکنولوژی‌های مختلف مثل بایو نانو و نرم افزار با... در کنار این نبود قانون و عدم اجرای درست قانون‌هایی که داریم، آگاهی کاربر هم خیلی مهمه. ما خیلی از کاربرهامون متاسفانه در مورد حریم خصوصی در مورد اینکه اون دیتایی که دارن نب... جزئی از حریم خصوصیشونه یا اگر منتشر بشه چه خطراتی ممکنه تهدیدشون کنه آگاهی ندارن خیلی وقتها حالا کاربرها توی شبکه هایشون یا واقعا سوال دارن یا به تنه و خنده میپرسن حالا این دیتایی که از من نشت پیدا که مگه به چه درد میخوره ببینید ما یه چیزی داریم مثل حریم خصوصی یک سری دیتا داده اطلاعات داریم که یا دوست نداریم بقیه بدوننش یا اصلا لزومی نداره بقیه بدوننش و این موقع تا موقعی که خودمون نخواستیم وقتی در اختیار دیگران قرار میگیره از کانالی که ما اجازه ندادیم حریم خصوصیم نقص شده یعنی ساده ترین دلیل اینکه چرا بقیه نباید به دیتا شما دسترسی داشته به خاطر اینکه این دیتا جزء حریم خصوصی شماست و این در اختیار پلتفرم قرار دادی اون پلتفرم به خاطر اینکه یه سری پیشگیری ها نکرده یا هر چیزی یا حالا یک نقص امنیتی تو نرم بوده که اتفاق هم ممکنه همه جا بیفته در غیر قرار گرفته یعنی نقض حریم خصوصی شما اولین اتفاقیه که افتاده منتها ما چون بهش آگاه نیستیم و حتی قانون درست از همون حمایت نکرده که بابتش بریم یقه یک کسب کاری رو بگیریم که دیگه این اتفاق نیفته خودمون هم اصلا میگیم مگه چیه این دیتا حالا چند تا مثال سادهش اینه که همه ما تو کمدمون یه ابزاری داریم دیگه یه سری وسیله داریم لباس داریم فلان داریم بهمان داریم آیا اگه من به عنوان یه آدم رندوم بیام از شما بپرسم تو کمد چی داری شما به من جواب میدین نه هیچ وقت اگه مگه محتوای کمد من دونستنش به چه درد میخوره ناخداگاه میگی آقا چه دلیلی داره مثلا کسی که من نمیشناسمش یا حتی میشناسمش راجب محتوای کمد من چیزی بدونه یا حالا حتی فرض کن افراد میشناسن شما مثلا توی جمع دوستی نشستین یه نفر از شما بپرسه آقا شورت شما چه رنگیه اتفاق اطلاعی نیست که بخواد مثلا به شما آسیبی برسونه فلان یا حالا یه قرمز یا آبیه به کسی چه ربطی داره این حریم خصوصی شما شما تا موقعی که نخواستی این اطلاعات رو در اختیار دیگری بذاری دلیل نداره بقیه ازش بدونن به اطلاعاتی که توی سایت ها دارین هم به این چشم نگاه کنید غیر از اون خطر و ریسک های مهمی که داره الان در ادامه میان. بهش اشاره میکنیم فرض کنید شما این نرم افزار پیامرسانی استفاده میکنید میگی من فقط با پسر خالم حال و احوال کردم هر روز حالا کسی دیگه هم اینو بخونه مهم نیست مهم نیست از نظر اینکه شما میگید منو خطری مستقیم تهدید نمیکنه وگرنه به عنوان اینکه قسمتی از حریم خصوصی شماست که شما به صورت عمومی قرارش ندارید مهمه و نباید نقض بشه مورد بعدی اینه که خیلی وقت ما یه دیتایی ازمون منتشر میشه و به صورت مقطعی همون دیتا رو نگاه میکنیم مثلا دیتابیس ایرانسل لو میره طرف میگه خب حالا مثلا آدرس و کد پستی من به چه درد کسی میخوره خود همین خیلی خطر آفرینه اولا وقتی این سوال میپرسید بدونید ممکنه آدرس شما برای شخص شما اون لحظه تهدیدی نباشه ولی برای دیگری باشه فرض کنید یک آدمی حالا یک بدخواهی داره توی فضای مجازی تهدیدش میکنه بهش پوش میده و این دنبال آدرس این آدم میگرده و آدم مریضیه اگه آدرس اینو داشته باشه ممکنه حتی مثلا حمله فیزیکی به این آدم بکنه یا مثلا شماره تلفن خونش رو پیدا میکنه زنگ میزنه مزاحم اعضای خانوادش میشه تهدیدات امنیتی تهدیدات جانی و اینها یکی از کمترین اتفاقایی که ممکنه بیفته و این ممکنه برای شما اون موقع نیفته شما میگی من به عنوان یه دانشجو کد پستین به چه درد میخوره این هم باز به دلیل اینه که مقطعی و همون مقدار دیتا رو می میبینی ولی وقتی حک های مختلف کنار هم میذاری یک یکی از ابعاد این فاجعه بیشتر معلوم میشه فرض کنید چند سال پیش دیتابیس یکی از این حالا تلگرام های غیر رسمی لو رفته و دیتای خیلی از ماها توشه دیتای اطلاعات تلگرام مثل این که مثلا این آیدی عددی که تو تلگرام داریم متصل به چه شماره ایه یوزر چیه و صرفا خودمونم نیاز نیست از این اپلیکیشن ها استفاده کرده باشه ما صرفا یکی از دوستان که ما تو لیست مخاطباش بینیم استفاده کردن اما دیتا ما دیتا اون تو هست تقریبا اطلاعات همه کاربرای تلگرام ایرانی توش هست لو رفته از این اطلاعات میشه از شماره آیدی عددی تلگرام طرف به شماره موبایلش رسید خب طرف میگه شماره موبایل من به چه درد میخوره شماره موبایل شما رو کنار شماره موبایلتون تو دیتابیس ایرانسل قرار میدن کد پستی نمیدونم شماره ملی و آدرستون پیدا میشه شماره ملیتون رو کنار دیتابیس علی بابا قرار میدن و شماره تلفنتون رو سفرهایی که زمینی و هوایی بلیتش رو گرفتین در واقع در میاد اینها رو در کنار سفرهای تپسی قرار میدن سفرهایی که رفتین در میاد و همینطوری اینو در واقع کنار هم قرار بدید ببینید هر کدوم از اینها یک شخص رو چقدر تهدید میکنه تهدیدم حتما تهدید فیزیکی و جانی نیست ها خیلی وقتا این دیتا به کلاهبردارها اجازه میده هویت شما رو جعل کنن خیلی از صرافی ها مثلا بوده از شما اطلاعات کارت ملیتون تصویرش رو تصویر کارت بانکیتون رو گرفتن فرض کنید اینها توی یک سیستمی نشت پیدا کرده در کنار دیتای دیگه ممکنه اینها بتونن یک سیستمی رو یک سرویس دهنده رو گول بزنن و خودشون رو شما معرفی کنن و هویت شما رو جعل کنن به اسم شما بتونن با کارت ملیتون با کارت بانکیتون با شماره موبایلتون با آدرستون کد پستیتون دیتایی که با هم میخونه یک جایی بتونن یک سرویسی بگیرن که سو استفاده کنن یکی از اتفاقای دلایل دیگهی ای که این حکا توی ایران داره اتفاق میفته من مصاحبه افراد مختلفم دیدم در موردش اشاره به نیروی متخصصه ببینید نیروی متخصصی که ما توی برنامه نویسی توی بحث حالا زیرساخت توی بحث تست های امنیتی پنتست که داشتیم به دلیل مسائل اقتصادی سالهای گذشته خیلی هاشون مهاجر... مهاجرت کردن و نیروهای با تجربه خب کمتر شدن ممکنه الان همه شرکت رو به اندازه نیازشون برنامه نویس داشته باشن ها ولی ممکنه توی یک شرکت مثلا صد نفره الان میانگین تجربه برنامه نویس رو پیدا کنیم مثلا شاید چهار سال پنج سال باشه ولی قبلا مثلا آدم هایی که با تجربه ده 15 ساله هم می بود اونجا خب آدمی که تجربهش بیشتره چهار تا نشت اطلاعات بیشتر دیده تو سرویس های قبلی که بوده جلو اینو بیشتر دید گرفتن و این آدم ها به مرور مهاجرت کردن و خیلی از آدم هایی هم که همین الان حضور دارن دارن مهاجرت میکنن یکی از دلایلش مهاجرت نیروی متخصص و با تجربه است که حالا خیلی 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 کم بهش اهمیت داده میشه از سوی تصمیم گیران و حالا مثلا خیلی جدی نمیدونن اینو یکی دیگش باز به بحث اقتصاد برمیگرده ببینید اقتصاد یه جوری شده که حتی همون نیروهای مثلا هکرهای کلاسفید که کار پنتست و تست نفوذ و اینها روی سیستم ها انجام میدن خیلی الان میگن دیگه من با خیلی صحبت کنم میگن صرف نداره با سیستم های ایرانی و ریالی کار کنیم اینها خیلیاشون میگن وقتی که داره میذاریم و مثلا تو پلتفرم های بین المللی مثل هکروان میذاریم و سرویس های خارجی رو تست میکنیم به خاطر اینکه یک باگ اونجا پیدا میکنه ممکنه ان هزار دلار گیرمون بیاد از طرف این بحث اقتصاد روی خود کسب و کارها هم باعث شده که کسب و کار به عنوان یک کسب و کاری که حالا انقدر هم بزرگ نشده خیلی نتونه از پس هزینه اینکه غیر از حالا هزینه زیر ساخت و برنامه نویس اینها بیاد و یک هزینه برای تیم امنیتی کنه حالا یک شخص یا یک تیمی یا به واسطه حضور توی یکی از پلتفرم های باگ بخواد سیستمش رو تست کنه این هم خیلی از بود اقتصادی سمتش نمیره تا موقعی که این بلا سرش بیاد و داستان نوشدارو پس از مرگ سهراب پیش بیاد براش یک قسمتش هم باز ناآگاهی کسب و کارهاست من خودم با خیلی از کسب و کارهایی که مشتری شرکت هستم روزهای اول صحبت کردم میگن مگه شما برنامه نویس مثلا به خودتون اعتماد نداریم مگه امنیت رو مثلا رعایت نمیکنید ما همیشه بهشون توضیح میدیم که بحث اون تست های نفوذ یک بحث جدای پیاده سازی و طراحی و برنامه نویسی پلتفرم و به دلیل حالا اینکه ممکنه یک برنامه نویسی روی یک موضوعی مسلط نباشه یک نکته از چشمش دور بمونه یا اینکه توی ریفاکتورهای مثلا بعدی ممکنه یک چیزی از, از که قبلا رعایت میشده دوباره از قلم بیفته بهشون این آگاهی رو دادیم که نیاز این تست ها انجام بشه حالا اگر بحث مالیشون مثلا خیلی نمیخونه میتونن با یک نفر مثلا اینو تست کنن اگر چون تست تستی که توسط یک نفر انجام شده بهتر از اینه که هیچ تستی انجام نشده باشه باز ممکنه سه تا چهار تا باگ و راه نفوذ بسته بشه ممکنه یک آسی پذیری خیلی ساده مثل XSS با باعث بشه طرف دسترسی کل ادمین پنل شما رو بگیره یا یک آسی پذیری خیلی ساده مثل ریس کاندیشن باعث بشه طرف سوء استفاده مالی کنه یک خراب کار توی سیستم شما و اتفاقاتی از این قبیل باعث شد دست به دست هم بده و این اتفاق ها بیفته متاسفانه خب حالا چیکار کنیم این اتفاق کمتر بیفته یا اگر هم افتاد آسیب کمتری به کسب و کار ما به کاربرهای ما وارد بشه ببینید همه ما میدونیم امنیت 100 درصد نیست همه ما میدونیم این اتفاق ممکنه برای همه بیفته چه کسب و کار ایرانی چه خارجی روی این شکی نداریم اما باید تلاش کنیم برای این موضوع حمایت از در واقع کاربر حقوقی کاربر دیتای کاربر قانون درستی داشته باشیم اگر کسب با و کاری چه به عمد چه حالا سهوا چه عمدن قصوری اتفاق افتاد از سمتش بدون یک قانونی هست خود بودن این قانون شاید همه کسب و کارا رو باعث بشه یک لول خودشون از نظر امنیتی ارتقا بدن و اینکه اگر قانونی وجود داره یا قانونی وضع میشه روی اجرای درستش در واقع حساس باشیم نه فقط توی این حوزه همه این حوزه ها اگر کسب و کاری مثل همین سرویس های پرداخت که مثال زدیم دارن یک کاری میکنن یک دیتایی رو میگیرن که از نظر من به نظر من من ندیدم جای شاپرک گفته باشه دیگه اشکال نداره برین این دیتا رو ذخیره کنین اگر اتفاق داره میفته به عنوان خبرنگار به عنوان کاربر به عنوان فعال شبکه اجتماعی اینها رو بزرگ نمایی کنیم بهش بپردازیم که نیاز به در واقع قانون و اجرای درست قانون بیشتر بشه مثلا خبرنگار بره با چهار تا آدم حقوقدان با افرادی از سمت حالا شاپرک بانک مرکزی که دستشون میرسه خبرنگار رو بهشون صحبت کنه که این قضیه چیه آیا این قانونیه یا نیست اگر قانونیه این دیتا چه نظارتی روشه اگر هک شد چه در واقع حمایتی از کاربر میشه چه برخوردی با اون کسب و کار میشه اینو از نماینده مجلس بپرسه که اون نماینده مجلس همونطوری که موقع طرح سیانت یادش افتاده بود دیتای دیتا کاربر چقدر مهمه همچنان یادش بیفته و حالا برایش یه کاری بکنه یه مورد دیگه اینه که سمت کسب و کار خودمون ببینید از حک تپسی وقتی اتفاق افتاد ما خودمون توی کسب و کار مشتریمون درس گرفتیم اومدیم گفتیم خب شاید ما هم دیتای اضافه ای جاهایی داریم ذخیره میکنیم چون قانونی نبوده تا حالا گوشمون بپیشونه چون اتفاق هم برامون نیفتاده خیلی هنوز حس نکردیم این ضربه ها رو و اینکه کارهای مارکتینگی هم ممکنه اتش ذخیره بیشتر دیتا رو به ما هم داده باشه ما هم اومدیم دیدیم از رو گوشی کاربر مثلا روی یکی از اپلیکیشن ها داریم یک سری اطلاعات میگیریم اطلاعاتی که حالا ممکنه از نظر سیستم عامل اندروید هم حساس نبوده و نیاز به دسترسی نبوده ولی این دیتا رو داریم استفاده آماری میکنیم اما اومدیم دیدیم خب واقعا بدون این دیتا هم ما میتونیم کارمون رو انجام بدیم اومدیم این دیتا ها رو کنسل کردیم گفتیم آقا این دیتا ها رو دیگه ذخیره نکنیم از طرف اومدیم دیدیم مثلا تو یکی از فروشگاه ها موقعی که کاربر لاگین نکرده هنوز وارد اکانتش نشده میتونه به بسکتش به سبد خریدش دیتا رو اضافه کنه خب ما نیاز به یک کلید داریم که بفهمیم این کاربر حتی به صورت ناشناس کاربر ایه اومدیم اندروید آیدیش رو به عنوان یه آیدی قابل اتکا و منحصر به فرد استفاده کردیم اما گفتیم این اندروید آیدیه اگر یک رمزنگاری هم روش انجام بشه باز کار ما رو راه میندازه اومدیم اینو حالا با چهار تا روش خیلی ساده مثلا این روش مثل s یا MD5 اینو توی دیتابیس هش میکنیم ولی از این به بعد باعث میشه کسی که اگر دیتابیس ما روزی لورن کسی نتونه اندروید آیدی کاربرامون رو پیدا کنه از طرف یک سری دیتای حساس دوباره از کاربرها داره ممکنه از نظر ما در لحظه حساس نباشه ها مثلا شما میگید حالا شماره موبایل کاربر دیگه حساس نیست مخصوصا با این نشتی که اتفاق افتاده دیگه همه چی اون توی اینترنت توی این دشت دیتا وجود داره به واسطه این نشت دیتا و خیلی ممکنه احساس حساس بودن روی این دیتا نکنیم ولی واقعا واقعیت اینه این دیتا حساسه در کنار دیتای دیگه هم قرار بگیره باز حساسیت برانگیز میشه حساسیتش بیشتر میشه در مورد کنار دیتابیس های لو رفته دیگه ما بخشی از این دیتا رو اومدیم حالا به روش هایی که نیاز کسب و کار بوده به صورتی که بتونیم برگردونیم دوباره توی کدمون اینو انکریپت کردیم رمزنگاری کردیم و حالا در آینده من یه اپیزودم در مورد به صورت مفصل راجع به رمزنگاری و انکریپت حتماً ذخیره میکنم روش های مختلف چه توی در واقع به عنوان برنامه نویس این کار رو بکنیم چه به عنوان یک شخص رو سیستممون بخوایم یه چیزی رو رمزنگاری کنیم چه به عنوان اه... کاربر یک سیستمی به این موارد دقت کنیم یه اپیزود در مورد اون حتما ضبط میکنم در آینده و این رمزنگاری ها رو ما داریم انجام میدیم پس کارهایی که کردیم یکی اینکه اومدیم گفتیم آقا ما دیتای کمتری از کاربر ذخیره میکنیم و اینکه اون دیتا که که ذخیره قسمت های مهمش رو رمزنگاری میکنیم یا حالا به صورت یک طرفه بعضی قسمت‌ها یک صورت یک قسمت‌های به صورت دو طرفه و قابل بازگشت و خیلی وقتا اینجا سوال پیش میاد خب وقتی میگن اون طرف اومده تو فلان سرور آشوبا با جاش جارو کرده برده خب اون روش های رمزنگاری شما تو سورستون و اینور و اونور هم باز قابل دسترسیه برای اون هکر دیگه باز برای این اومدیم مثلا یک قسمتی از سورس رو که این رمزنگاری رو انجام میده مثلا تو برنامه‌مون بوده انکریپت کنیم خود اون قسمت سورس رو که اونم باز ممکنه یک جورایی قابل دسترس باشه ولی بحث اینه که شما همیشه که پیش بینی نمی‌کنید که یک نفر ممکنه بیاد همه رو در واقع جارو کنه آش با جاشو ببره ممکنه یک روزی فقط دیتابیس شما هک بشه یا به واسطه یک نشت یک در واقع باگ امنیتی یک سری از اینها به یک قسمتی از دیتای شما دسترسی داشته باشن اما روزی که دیتای های شما به عنوان یک کسب و کار لو رفت و هک شد شما میای یک بیانیه شفاف میدی میگی هک اتفاق افتاده برای من همونطور که همه جای دنیا هک اتفاق میفته تا اینجاش درسته اما من به عنوان کسب و کار همه سعی خودم کردم اطلاعات کمتری از شما ذخیره کنم اون موقع کاربر میاد میبینه توی فروشگاه اطلاعات خریداش از شماره تلفنش از کد پستی آدرسش دیگه مثلا گوگل اد نیست همون اتفاقی که برای تپسی افتاده که من برام سوال چرا از من کاربر اینو ذخیره کردی مگر شما مثلا چه نیازی به این داشتی اون موقع کاربر میبینه اطلاعات اضافه ای ازش نیست شما توی بیانیت اگر هکرها تونسته باشن لنز های شما هم دور بزنن که ما میگیم آقا ما این قسمت ها رمزنگاری کرده بودیم حالا هکرها یا نتونستن دور بزنن که به کاربر اطلاع میدی که حالا به علت اینکه یه قسمت های از دیتا, دیتا حساس رمزنگاری بود این قسمت ها لو رفته ولی قسمت حساستون رمزنگاری شده هم کاربر به مسئولیت پذیری شما ایمان میاره هم نگرانیش کمتر میشه اگر هم دور زده بودن میگی ما رمزنگاری هم کردیم علاوه علاوه این رمزنگاری ها دیتا لو رفت از طرفی هم به کاربر اجازه حذف دیتا رو بدیم من خودم این اواخر با یک کمپینی معرف آشنا شدم کمپین حق فراموش شدن یک سایتی داره آدرس سایتش در واقع هست rtbf.ir کمپین حق فراموش شدن داره توضیح میده که ما به عنوان کسب و کار به عنوان یک پلتفرم یک سرویس آنلاین باید به کاربرین این حق رو بدیم که بخواد دیتاش تو سیستم ما از بین بره خیلی از سرویس های خارجی هم این کارو میکنن اگه دیده باشید یا حتی تک و توک سرویس های ایرانی مثلا شما توی توییتر و فیسبوک و خیلی از اینها هم میتونید دیلیت اکانت کنید برای خود من دو تا سوال همیشه بوده وقتی این کارو انجام میدادم آیا این توییتر و فیسبوک واقعا دیتای های منو پاک میکنن یعنی کامل اینو پاک میکنن یا صرفا مخفیش میکنن مثلا اینو از بین نمیبرم فقط به من کاربر این حسو که پاک شده یک سوال دیگه ای که همیشه داشتم این بوده که اصلا به عنوان یک فروشگاه یک پلتفرمی که حالا کار کاربر توش یه کاری انجام میده که من نیاز دارم مثلا آمار آمارگیری کنم یه سری رفتارا رو تحلیل کنم آیا یک فروشگاه مثلا وقتی کاربرش حذف دادش رو تقاضا میکنه دیلیت اکانتش رو درستش اینه که ما اینو بیایم کامل پاک کنیم یا صرفا کاربر میلاد رو تبدیل کنیم به یک کاربر ناشناس به اسم A و شماره تلفن خالی مثلا ولی بتونیم بفهمیم کاربری که همچنان ریش تراش رو خریده مثلا این کیف محصولات آرایشی هم خریده همون استفاده آماریمون رو بکنیم که من خودم بررسی که کردم به این نچه رسیدم من اگر توی کسب و کار شخصی خودم یا کسب و کارهایی که مشتری شرکت میمونن بخوام بهشون مشاوره بدم بهشون میگم به صورت کامل حذف کنید اینکه کسب و کارهای دیگه آیا واقعا حذف میکنن یا نه برای ما مهم نیست مهم اینه روزی که من اطلاعاتم لو رفت اون کاربر که میاد یقه منو میگیره بهش بگم آقا من به شما حق حذف دیتاتم داده بودم به اضافه اینکه اون انکریپشن هم انجام داده بودم دیتا اضافی نگرفته بودم همون دیتا هم اجازه داده بودم اگر کاربری خواسته حذف کنه واقعا حذف شده و مورد بعدی اینکه نیازی هم نیست به عنوان کاربر ناشناس تبدیلش کنم چون حجم کسانی که میخوان در واقع دیتاشون رو کم کنن احتمالا درصدی عدد کمی باشه و ما بدون اون مثلا چند درصدی هم که ممکنه بخوان تو طولانی مدت دیتاشون رو حذف کنن باز میتونیم کار مارکتینگمون رو انجام بدیم باز میتونیم توی پلتفرممون یه سری پیشنهاد ریکامندیشن بر اساس رفتار دیگران به کاربر در واقع داشته باشیم این کمپین حق فراموش شدن رو حتما به سایتش سر بزنید اومده یه کار با کرده لیست سرویس های ایرانی که اینجا هستن در این مورد رو آیت میکنن اجازه حذف دیتا رو به شما میدن و لیست کرده اکستنشن و افزونه داره برای کروم و فایرفاکس که شما میتونید رو سیستمتون اگه نصب داشته باشین بهتون میگه توی سرویسی که میرید این اجازه رو میده بهتون یا نه و یک سری حالا مطلب و اینها هم داره که در راستای افزایش آگاهی افزایش اطلاعات ماست من خودم از چند وقت پیش واقعا بعد از حک تپسی من خودم با این سایت آشنا شدم از اون موقع به مشتریای شرکتمون این کمپین رو معرفی کردم موارد دیگرم معرفی کردم ببین ما یه شرکت برنامه نویسی هستیم و برای سری کسب و کارها داریم سیستم طراحی میکنیم ولی خب مالک کسب و کار اونها هست ما فقط قسمت فنی قضیه ایم ولی خب ممکنه یک سری هاشون با یک سری انکریپشنها ها و رمزنگاری هایی که ما میتونیم داشته باشیم آگاه نباشن یه سریشون اصلا همچی کمپینی به گوششون نخورده باشه یا همچی دغدغه اصلا به ذهنشون نرسیده باشه همیشه پیش خودشون گفتن ما که مثلا برنامه نویسا ما خوب بر ما که هک نمیشیم همیشه هک برای همسایه است مرگ برای همسایه است ولی خب ما به عنوان برنامه نویس اومدیم حالا در راستای هم بهبود کیفیت کار خودمون هم مسئولیت اجتماعی مشتریای خودمون رو حداقل از این موارد آگاه کردیم که اگر شما صلاح میدونید ما این حذف دیتا رو هم بذاریم توی سیستمتون ممکنه همشون هم قبول نکرده باشن ها ولی بهشون توضیح دادیم با این به دلیل این نیازه این انکریپشن فلان قسمت حتما انجام میدیم حتی اگر توی مثلا سرچ کردن لیست کاربراتون توی ادمین پنل ممکنه در حد یه عدد قابل قبولی هم مثلا کندی اتفاق بیفته ولی مزایای بودن این رمزنگاری خیلی بهتره در واقع کارهایی کردیم که فردا روز اگر این مرغ در واقع چی میگن این شطور نشته دیتا روی ما هم خوابید در خونه ما خوابید البته ببخشید بتونیم یک بیانیه شفاف و واقعا مسئولیت پذیرانه منتشر کنیم تا حد امکان داریم با تیم های تست مثلا کار میکنیم تست م... تست امنیتی کنن توی پلتفرم ها سعی میکنیم بریم پلتفرم های مثل راورو باگداش که ایرانیشن شما میتونید کسب کارتو ببری و هکروان خارجیشه که حالا ممکنه عدد دلاریش برای کسب کار ایرانی نصرفه و تست میکنن خودمون رو ارتقا میدیم یاد میگیریم و همیشه حواسمون هست اگر روزی ما مجبور شدیم یکی از این بیانیه ها رو بنویسیم انقدری به کارهایی که کردیم در واقع م... کارهایی که کردیم از نظر خودمون صدمون رو گذاشته باشیم ببینید اون موقع کسی نیاد به ما بگه آقا شما اجازه ندادی ما پاک کنیم دیتامون رو شما دیتا اضافه که گرفتی شما هیچ رمزنگاری انجام ندادی همه این کارها رو هم بکنیم باز ممکنه یک گوشه‌ای روی یک نرم روی یک سروری زیر ساخته یه جایی یه راهی باز بمونه از دید ما دور باشه یک هکری بیاد و بتونه دسترسی بگیره حالا یا هکر کلاسفیت باشه به ما گزارش بده هشدار بده رفش کنیم در ازای یک بانتی یا یک هکر کلاسیایی باشه بیاد خرابکاری کنه اما حداقل ما اون موقع بیانی توی بیانیه‌مون میتونیم همه اینا رو توضیح بدیم و کاربر متوجه بشه ما صدی که بلد بودیم رو گذاشتیم ولی الان ما توی تپسی به عنوان یک کاربر و یک کسی که از بیرون میبینم این حسو نمیکنم که اینا صدشون رو گذاشتن دیتا اضافی از من گرفتن بله دیتایی که گرفتن رو انکریپت نکردن هیچ قسمتیشو بله چون اگر هم کرده بودن و هکر اینو برگردن باز میبینید تو بیانیه تو ما این کارم کردیم آیا بیانیه من کاربر بعد از هک از کانال های رسمیشون آگاه کردن در مورد خطرات خیر آیا اومدن گفتن چی کار میتونی بکنی یه کار ساده همون موردی بود که من راجبش توییت کردم گفتم بیاین این کد گوگل اد آی رو ریجنریت کنید آیا همین نکته ساده رو من کاربر گوشزد کردن خیر صرفا گفتم ما مسئولیت پذیرفتیم در صورتی که من به عنوان کسی که میبینم هیچ مسئولیت ندیدم و امیدوارم دیتای کمتری از اون لو بره گرچه یک سری از دوستان حالا به شوخی موضوع مطرح کرده بودن که متاسفانه واقعیت که نوشته بودم ما ایرانیا دیگه به نقطه رسیدیم باید تاریخ تولد و کد ملیمون ریجنریت بشه چون دیتا هست و اگر کسی بخواد سوء استفاده کنه میتونه و این اپیزود هم اینجا تمومش میکنیم امیدوارم مفید بوده باشه یه نکته دیگر من اشاره کنم از این به بعد برای دسترسی راحتتر من آرشیو این پادکست رو توی سایت خودم به آدرس میلاد.نو هم قرار میدم میلاد.نو هم یک سایت ساده است من راه انداختم هم آرشیو پادکست هم یک سری مطلب رو توش بنویسم و برای این سایت به یک تمپلیت HTML نیاز داشتم تمپلیت HTML که روی این سایت استفاده شده به صورت صفت تا توسط چت جی پی, تی، چت جی پی تی و به کمک هوش مصنوعی طراحیش کردم اول بهش گفتم یک قالب ساده میخوام برای یک وبلاگ وقتی ساک گفتم هدر و رو مینیمال تر کن بعد در ادامه چت گفتم فونتشو رو وزیر کن گفتم صفحه جزئیات بلاگ پست بهش اضافه کن قسمت حمایت مالی اضافه کن قسمت درباره ما تماس با ما پادکست همینجوری باش رفتم جلو و گفتم حالا تو این صفحه مطلب برچسب رو اضافه کن دکمه اشتراک اضافه کن یعنی توی یک چت 4 5 ساعته این تمپلیت رو تونست برای من بسازه در صورتی که من خودم حالا خیلی سال از فرانت و HTML, CSS و جاوا اسکریپت و اینا دور بودم و خودم اگه میخواستم اینو وقت بذارم شاید یه هفته در روز ازم وقت میبرد فقط به عنوان کسی که یکم آگاهی داشت نسبت به این کتاه بهش توضیح دادم و بهترش کرد سورس اینم گذاشتم روی گیت هاب روی گیت هاب خودم گذاشتم به عنوان یه دونه سیمپل بلاک تمپلیت همچی اسمیه اگه دوست داشتین برای سایت و وبلاگتون میتونید استفاده کنید کودا CSS HTML بود تو مرحله بعد باز به کمک چت جی پی تی تبدیلش کردم به کد پاگ پی جی که حالا برای کسایی که میخوان کد فرانتش دستگاری کنن راحت تر باشن و رادیومی هم همچنان میتونید از پلتفرم های مختلف پادکست و یوتیوب دنبال کنید امیدوارم در نشت های اطلاعات بعدی که اولا امیدواریم اتفاق نیفته ولی اگر اتفاق افتاد از خودمون نپرسیم اطلاعات من به چه دردی میخوره و سوالمون این باشه خب حالا که این اتفاق افتاد این قانون خوبی که داریم با این مجریان خوب قانون از من چه حمایتی میکنن امیدوارم به اون نقطه برسیم